اسباب گریز اقلیت‌ها از مرکز. ایران کشوری با پتانسیل بالای تعدد قومیت‌ها و گویش‌های زبانی است. در ایران حدود 75 زبان و گویش رواج دارد. بهره‌برداری درست و سازنده بر مبانی سیاسی فرهنگی می توانست از جغرافیای کنونی ایران و رابطه ریشه‌ایش با جغرافیای سرزمین فارس و قومیت‌های ایرانی مرزنشین، کشوری غیر قابل استعمار شدن و یا زیر فشارهای اقتصادی یا سیاسی قرار گرفتن بر عرصه گیتی بسازد. در این کشوری که هیچ ملت و گروه قومی اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل نمی‌دهند، هرگز دولت‌ها آمار جمعیت ملت‌های ساکن در کشور و زبان‌هایشان را با روش‌های علمی و استانداردهای بین‌المللی و شفاف و دقیق تهیه نکردند. پس از تأسیس جمهوری آخوندی ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر 10 سال یک بار به اجرا درآمده است. در این سرشماری‌ها پرسش‌های مختلفی از جمله درباره وضعیت معلولیت یعنی قطعی پا و دست و نخا، دین، تابعیت یعنی اینکه ایرانی یا افغانستانی یا عراقی و غیره هستی، وضعیت شغل و تحصیلات، متراژ محل سکونت، دفعات تغییر وضعیت از بدون همسر به دارای همسر، نوع سوخت مصرفی در محل سکونت، نوع مصالح به کار گرفته شده در محل سکونت، علل تغییر محل اقامت و غیره پرسیده شده است. اما در هیچ کدام از این سرشماری‌ها پرسشی درباره هویت زبانی و هویت ملی یا قومی افراد و هویت مذهبی آنها پرسیده نشده و در شناسنامه‌ها و کارت‌های ملی صادر شده در این نظام نیز هرگز به موضوع زبان و ملیت پرداخته نشده است. این بیانگر این است که ایدئولوژی رسمی دولت ایران انکار تنوع ملی و تنوع زبانی و مذهبی مردمان این کشور است. مدیریت فاقد درایت حکومتداری با صرف سرمایه‌های نجومی همواره تلاش دارد تمام جمعیت ایران را از یک ملت و یک زبان و یک مذهب و حتی یک نژاد معرفی کند و مرزهای سیاسی کشور را عیناً در تطابق کامل با مرزهای ملی و زبانی مطرح سازد. از این روز که وجود پرسش زبان و مذهب در سرشماری‌های دولتی را نوعی رسمیت دادن به هویت مذهبی و وجود زبان‌های گوناگون رایج در ایران تلقی می‌کند، در حالی که مدیریت به هیچ عنوان قصد برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهت توسعه و رفع نیازهای جوامع زبانی و ملی غیر فارس نداشته، بلکه تمامی تلاش‌های جامعه مدنی در این زمینه را وجهه سیاسی داده به شدت سرکوب می‌کند. بر پایه گزارش‌های صندوق جمعیت ملل متحد، فارس زبانان کشور 51%، آذری‌ها 24%، گیلکی‌ها و مازندرانی‌ها 8%، کردها 7%، عرب‌ها 3%، بلوچ‌ها 2%، لرها 2%، ترکمن‌ها 2% و سایر زبان‌های دیگر چون لکی، قشقایی، قزاقی، هزارگی، ارمنی، گرجی، تالی و تالیشی 1% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. آمارهای غیررسمی دیگری نیز وجود دارد که جمعیت فارس زبانان کشور را بسیار پایین‌تر از این آمار تا مرز زیر 30% و جمعیت آذری‌ها را بسیار بالاتر تا مرز 40% و هر یک از کردها و بلوچ‌ها را تا مرز 8% و عرب‌ها و ترکمن‌ها را تا مرز 6% برآورد می‌کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری آخوندی ایران در اولین ماه سال 2012 میلادی به هنگام دیدار خود از ترکیه خلال مصاحبه‌ای در شهر آنکارا اعلام نمود 40% از مردم ایران ترک زبانند. حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 اعلام کرد 70% از مردم ایران دو زبانه اند و بدین معناست که در ایران زبان فارسی از سوی دولت به غیر فارس زبانها به عنوان زبان اجباری و رسمی آموزانده می شود.
بنابراین جمعیت تک زبانهای ایران مرکب است از بخشی از گروه‌های غیر فارسی زبان که زبان فارسی را نمی‌دانند. به علاوه فارس‌ها که نوعاً تک زبانند، با توجه به این حقیقت اعتراف وزیر آموزش و پرورش ایران به یک زبان بودن 30% از مردم ساکن در این کشور به معنای اقرار رسمی به فارس بودن کمتر از 30% از اهالی ایران است. البته نباید فراموش کرد که ایران کشوری تازه تأسیس نیست که گروه‌های جمعیتی آن بنابر یک اتفاق تاریخی مصنوعی گرد هم آمده باشند، بلکه این سرزمین از چندین هزار سال قبل مهد زندگی تیره‌ها و زبان‌های مختلفی بوده که تار و پودشان در هم تنیده شده است و مرزبندی‌های جغرافیایی در بسیاری از موارد میانشان واضح نیست، که این خود بیانگر زندگی مسالمت آمیزی است که در این خطه برپا بوده و نیازی ایجاد نکرده تا هر کس مرز و دیار خود را مشخص کند. در بیشتر شهرهای کهن کشور اقوام مختلف ایرانی مانند فارس، عرب، بلوچ، کرد، لور و ترک و ترکمن و غیره در کنار هم در صلح و صفا زندگی می کردند. پس از چیره شدن آخوندها بر مقالید حاکمیت کشور و غلبه دادن مرزبندی مذهبی بر مرزهای ملی و سیاسی و تقسیم بافت جمعیتی بر مبنای خودی و غیر خودی و ایجاد شکافهای عمیق فرهنگی و هویتی میان قومیتهای ایران و به خصوص اقلیتهای نژادی و مذهبی مرزنشین و دامن زدن به اختلافات مذهبی، باعث شدند اقلیتها جهت حمایت از هویت ملی مذهبی خود واکنش نشان داده به مرزبندی‌های سیاسی و فرهنگی و جغرافیایی خود توجه مبذول دارند و بدین صورت آخوند فاقد بینش سیاسی ضریب امنیت ملی را کاهش داده. با بالا رفتن سطح تهدیدات ناشی از آن، ضریب طمع ورزی و تحریک کشورهای استعمارگر و حضور فتنه افروزان بیگانه و آشوب‌های قومی بیشتر شده است. سرشماری‌های انجام شده در کشور آماری از پیروان مسیحیت، زرتشتیان، یهودیان و پیروان دیگر ادیان معرفی می‌کند، اما هرگز آمار اهل سنت کشور را که بازماندگان و وارثان هویت اصلی این مرز و بوم هستند را مشخص نمی‌کند. در برخی گزارش‌های سرشماری آمارهایی ساختگی که با یک حساب سرانگشتی پوچ بودن آنها ثابت می‌گردد، تنها جهت گریز از واقعیت 95% از مسلمانان که 99% جمعیت را تشکیل می‌دهند شیعه اثناعشری و بقیه اهل سنت معرفی می‌گردند، در حالی که بر کسی پوشیده نیست بیش از 99% اقوامی چون کردها، بلوچها، ترکمنها که جمعاً بنا به برخی آمارها نزدیک به 20% از جمعیت را تشکیل می‌دهند اهل سنت می‌باشند. حال اگر اهل سنت فارس زبان مناطق مرزنشین خراسان، جنوب و مناطق مرکزی را به آنها اضافه کنیم، می‌توان تصوری دقیق‌تر از جمعیت اهل سنت کشور در دست داشت. ملت‌های سنی مذهب ایران که شاخصه هویتی سرزمین نام‌آور فارس قدیم می‌باشند، در ماورای مرزهای سیاسی ایران کنونی همچنان گسترش جغرافیایی دارند. بخش سنی مذهب شرق ایران با ناحیه سنی نشین پاکستان و افغانستان و بخش سنی نشین شمال شرقی ایران با ناحیه سنی مذهب آسیای مرکزی پیوستگی دارند. در جنوب کشور اهل سنت با اهل سنت شبه جزیره عربستان تجانس دارند. در غرب ایران نیز بخش سنی نشین کردستان با ناحیه سنی مذهب شمال عراق دارای پیوند جغرافیایی اند. گروه قومی بلوچ در جنوب شرق ایران با نیمه دیگر هسته بلوچ نشین در پاکستان و افغانستان پیوستگی فضایی پیدا می کند. هرچند این اقوام در آن سوی مرز فاقد دولت ملی مستقل است. بلوچستان پاکستان در چارچوب ساختار سیاسی فدرال آن کشور تا سطح یک ایالت ارتقا یافته است، در حالی که بلوچستان این سوی مرز طی روند ناسالم به سوی تغییر پوستین هویت قومی پیش رفته است. نام آن از بلوچستان به نام بلوچستان و سیستان و سپس به سیستان و بلوچستان و در حال حاضر به سوی تجزیه و تغییر کلی نام به چند استان دیگر پیش می رود.
این مورد و ده ها مورد مشابه ظلم و تبعیض حس واکنشگری و تنش‌زایی را در میان بلوچ‌ها به شدت رشد داده است. حکایت کردها و عربها و آذری‌ها نیز مشابه بلوچ‌هاست. جفای حاکمیت در حق اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی و راندن آنها از مرکز، نهادینه کردن جهالت با پایین آوردن سطح سواد، دامن زدن به بحران‌سازی‌های اجتماعی چون اعتیاد، تحمیل عقاید و باورهای مندرآوردی تشیع صفوی به شیوه‌های غیر اخلاقی و غیر انسانی، پایمال کردن آزادی‌های هویتی و آزادی زبان و بیان، نبود عدالت اجتماعی، بالا بودن گرفتاری‌های زیست محیطی مناطق محروم از خدمات، دغدغه‌های معیشتی ناشی از فقر باعث شده مرزنشینان غیور و دلیر کشور که حامیان اصلی امنیت کشورند از هویت ایرانی خود دلسرد شده به سوی ناسیونالیستی و مفکورهای تجزیه طلبی و برپایی کیانهای مستقل بر اساس قومی و یا حداقل مدیریت مناطق قومی مذهبی به شیوه فدرال جهت استقلال در هویت قومی مذهبی رانده شوند. با توجه به فضای رسانه‌ای باز عصر نوین، بی‌توجهی به حقوق قومیت‌ها و تحمیل ترشحات تبعیض نژادانه عقل آخوند حاکم بر نظام و بهانه دادن به حقوق اقلیت‌ها و سعی در تحمیل هویت و تشخص تشیع و فارسیگرایی به آنها، ضریب شکاف قومی، مذهبی و زبانی را بالا برده، باعث رشد ناسیونالیستی و تجزیه طلبی شده و این امر معادله امنیت ملی را بسیار پیچیده می‌گرداند و فضا را برای مداخله بیگانگان هموار می‌سازد.